صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید در ماه اکتبر 838,637 کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان تشخیص داده شدند. همچنین دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا پیش از این گفته بود که 3.2 میلیون کودک افغانی دچار سوء تغذیه هستند. به گفته اوچا تغییرات اقلیمی، خشکسالی، زلزله، سیلاب‌ها و آفات طبیعی دیگر و همچنین کمبود کمک‌های بین‌المللی باعث افزایش سوء تغذیه در افغانستان خواهد شد. بر اساس گزارش سازمان ملل در حال حاضر 29.2 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 15.8 میلیون تن آنان کودکان هستند. دکتر سید علی مصباح پزشک متخصص از کابل با ما هستند. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. سلام علیکم و رحمت الله. این چندمین باری است که یونیسف از افزایش سوء تغذیه کودکان در افغانستان هشدار می‌دهد. اطلاعات شما از وضعیت کودکان در افغانستان چگونه است؟ بفرمایید. بله. قرار گزارش‌ها نیمی از جمعیت افغانستان در طول سال یک گرسنگی شدیدی را تحمل می‌کنند و البته پس از آن که طالبان بر افغانستان حاکم شد، کمک‌های خارجی متوقف شد. پس از سازمان‌های خارجی که افراد زیادی را در خود جای داده بود با عنوان شاغل و شغل ایجاد کرده بود، این سازمان‌ها بسته شدند و این افراد بیکار شدند و شغلشان از دست دادند. و از طرف دیگر اکثریت مطلق زنان بنابر قانون طالبان از کار ممنوع شدند. همه اینها عوامل افت درآمد خانواده‌ها به حساب می آید و عوامل گسترش فقر و ناداری. بله. و پیامد حتمی و مستقیم آن سوء تغذیه است در کودکان. این که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه 47% افزایش یافته، این بی سابقه است و این یک حالت مقابل توقع بود، چون وقتی سطح درآمد در خانواده ها خصوصا در کشور مثل افغانستان که منابع و درآمد زیربنایی ندارد بسیار زیاد است. بله جناب دکتر، برام مختصر بفرمایید که با وجود کمک های هنگفتی جامعه جهانی چرا هیچ گونه تغییر مثبت حداقل در وضعیت کودکان در افغانستان صورت نمیگیره؟ خب دو تا عامل اجالتا در ذهن ما میاد. یکی این که اولا خب ممکن این کمک ها کافی نباشد، از طرف دیگر با وجود این که هنگفت است، از طرف دیگر به همه نیازمندان و مستحقین نرسد بنابر هر دلیلی. و اما آنچه خیلی مسلم است و غیر قابل انکار این که تا حالت پیشگیرانه اصل تغذیه ایجاد نشود ما به هدف نمیرسیم. گراف سوی تغذیه در سطح کشور پایین نخواهد آمد. بله. حالت پیشگیرانه آن است که ما فقر را بکشن بکنیم، کار ایجاد بکنیم، اشتغال به وجود بیاریم تا سطح درآمد خانواده ها کاملا بالا بیاید. این آلت در افغانستان فعلا وجود نداره و متاسفانه این حالت بسیار بدی هست. بله. تغذیه در افغانستان وقتی بالا میره معناش این که کمک های جهانی نمیتونه دلیل اصلی این تغذیه را برطرف بکنه. عبارت از فقر است